پس ما اینجا دیتای فوردی داریم. یعنی چی فوردی؟ غیر از اینکه دیتای 3D داریم، این در طول زمان هم هیچ کار کردیم اینو؟ ولی باز از ما دیتای 4D داریم. خب اینو بهتونم بگم که هر کدوم از این دیتاها رو وقتی که شما از اسکنر میگیرید به شما یک دونه فایل با فرمت دایکام میده. خب یعنی دستگاه فرض کنید مثلا این اسکن رو گرفتین، بعد از این اسکن به شما 136 تا چی میده؟ دایکام میده. خب 136 تا دایکام به شما میده. مثلا فرض کنید جی پی اگ، مثلا این فرمتی که توی دستگاه استفاده میشه دایکام، به شما 136 تا چی میده؟ دایکام میده. خب به وقت این امکان برای ما وجود داره که بیایم این 136 تا دایکام رو روی هم بریزیم، یه فایل فرمت جدید درست کنیم که اینا همه دیتاش توش باشه به اسم فرمت نیفتی. تاجمی صحبت خواهم کرد. یعنی همه این دایکام ها رو با هم وصل میکنیم، یه فایل نیفتی به شما میده. خب که در واقع یه فایل چیه؟ یه فایل جمع شده است. خب پس در واقع دایکام ها رو یه نرم افزاری هست دایکام تو نیفتی هستن اسمشه، اسم نرم افزارش دایکام تو نیفتیه. دایکام ها رو بهش میدید، خودش دایکام ها رو میخونه و اینا رو پشت سر هم برای شما میکنه، یه فایل نیفتی به شما میده. خیلی سافت‌ورها هستن که دارن به همدیگه کانورت میکنن. ما الان دایکام تو نیفتی استفاده میکنیم بیشتر. خب ولی برای اینه که مثلا با چون ما با لینوکس کار میکنیم، شما که با ویندوز کار میکنید مثلا امار کانورت ممکنه بهتر باشه. الان فرق میکنه، خیلی سافت‌ور به سافت‌ور خیلی پیچیده نیست، چون اکثر این سافت‌ورها فری ان و شما راحت میتونید اینا رو پیدا کنید و استفاده کنید. کانسپت مهمه. میخوام اینو درک بکنید، میخوام اینو درک بکنید که به شما دستگاه یه سری عکس میده، یه سری فایل تصویری به شما میده. خب یه سری فایل تصویری که به همین شکل است، برای هر والیوم به شما یه دونه عکس. اینو اسمش هر والیوم میگیم داره ها؟ نه بکنید این فایلی که ساخته میشه مثلا یه اسمی داره، مثلا میگه 1.dcm که مخفف دای کام. خب این فایلی که شما میگه 1dcm 2dcm 3dcm 4 136dcm، به شما یه فولدر میده میگه این 136dcm چیه؟ فایل دای کام شماست. هر والیوم dcm به شما میده. خب هر والیوم یه دونه dcm به شما. بعد کل اینها کنار هم جمع میشه، یک میریزینش توی یه دونه نرم افزار، از کل این به شما مثلا یه شماره 1 NII میده که یه ماتریس 4 بردیه که این فایل چیه؟ نیفتیه. و بعد خیلی وقتا میاد این رو زیپش هم میکنه با یک زیپ خاص که بهش میگیم .gz، نیفتی جیزت میکنه. یعنی میاد همه رو جمع میکنه و رو همچ کار میکنه به شما یه فایل نیفتی جیزت تحویل میده. زیپش میکنه. بله. خب توی 1, 2, 3, 4ش در رو به برده 4 آمدیه. بله. یعنی 1, 3, 6ش برده 4 آمشه. 1, 2, 3, 6ش برده 4 آمشه. و واقع این در زمان یک T1, T2, T3, T4, T5 تا T136 1 برای کل مغز، 2 برای کل مغز. دقیقا همینطور. هر کدوم از این دایکام ها کل مغز رو توش دیتا داره. یعنی هر دایکام این شکلیه دقیقا. یه دو فایل دایکام که باز کرده، این یکشه، این دوشه، این سهشه، این چهارشه. بعد کل اینها با هم میکنه به شما چی میده؟ یه فایل میده. خب پس جنس فایل رو بعد شما یکم درکی بهتری داشته باشین. حالا من راجع به اینا بعدا براتون صحبت خواهم کرد. از فردا دیگه اصلا با این فایل‌ها کار کنیم دیگه، شروع کنیم با این فایل‌ها کار کردن.